الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ اینها کی هستند؟ نمیدانم، بهتر است ما هم در مجلس باشیم تا ببینیم قضیه چیست. موافقم، برویم. عالی جناب آریوس به اتفاق همراهان. بفرمایید. پس این نعمت الهی که بر ما نازل شده شما هستید. ایشان تنها نیستند، شش تن از یارانشان هم در غار هستند. یعنی دوستان شما الان بیدارند؟ آنها نیز زنده شدند؟ بله، همه بیدار شدند. ولی این غیر ممکن است. هیچ چیز در عرصه قدرت خداوند غیر ممکن نیست جناب هرکلیوس، مگر برای منکرین. تبدیل لخته خون به جناب هرکلیوس غیر ممکن تر است یا خوابی طولانی؟ باور کدام یک مشکل تر است؟ جناب هرکلیوس چه شده؟ پس چرا ساکتید؟ جواب بدهید. درود بر عالی جنابان. جناب ماکسیمیلیان، ممکن است بار دیگر نام دوستانتان را بفرمایید؟ یوانیس، سودینانوس، دیناسیوس، تلمیخا، مارتینوس و آنتونیوس چوپان. آری. ملاحظه بفرمایید، اینجا حک شده نام دوستان جناب ماکسیمیلیان. عجیب است، اما این چگونه ممکن است؟ چگونه این همه مدت بدون غذا دوام آوردید؟ چگونه در این مدت 300 سال جسم شما بر سنگ ها نپوسید؟ من خبر ندارم، کسی که متولی امور ما بود بهتر می داند. ممکن است آنان مرده بوده اند و خداوند جسدشان را حفظ کرده و سپس دوباره مثل عزیر نبی آنان را زنده کرده است. به جای این شایدها و بایدها مردم را خبر کنید تا از این معجزه آشکار با خبر شوند. این معجزه است که به بسیاری از مجادله ها و مباحث ها در مورد معاد پایان می دهد. اگر قرار بود مردم در مقابل معجزات خاضع باشند، هیچ کس بر پیامبران کافر نمی شد. سخن شما در مورد مغرضین صحیح است، اما حقیقت جویان نیز کم نیستند.
شما نمیدانید منکرین معاد چگونه گستاخ میکنند و چقدر با دلائل بی اساس مؤمنین خدا پرست را در تنگنا قرار میدهند. وجود شما دهان یاوه‌گویان را خواهد بست. بهتر نیست دوستان شما را نیز به شهر بیاوریم تا همه مردم ببینند که یاران غار زنده شده اند؟ چرا آن قدیسان را به اینجا بیاوریم؟ بگذارید مردم خود به غار بروند و به وضوح ببینند که خداوند چگونه مرده ها را زنده می کند. بگذارید پایان داستان غار مخوف را خود ببینند. به جارچیان بگویید مردم را خبر کنند. با صبح به غار می رویم. بهتر نیست پیکی به روم فرستاده و پاپ را در جریان این امر قرار دهیم؟ چرا؟ حتما لازم است. شما در این خصوص اقدام کنید. اطاعت. بفرمایید. اگر عالی جناب تئودوز اجازه دهند، من باید امشب به غار بازگردم. برای چه؟ دوستانم هم گرسنه‌اند و هم نگران حال من. در ثانی، آنها از آنچه پیش آمده بی خبرند و اگر سیل جمعیت شهر را ببینند، وحشت زده ممکن است فرار کنند. فرار؟ فرار برای چه؟ مگر از مردم می ترسند؟ مثل اینکه فراموش کرده اید ما در حال فراریم. فرار از دست سربازان هادریان و دیوکلتیان. اگر لازم است چند سوار با شما همراه کنم. سپاسگزار خواهیم شد. من و ماری هم به همراه ایشان خواهیم بود. بله. امشب خواب از چشمان مردم فیلادلفیا رخت بربسته. شما حرکت کنید. ما نیز صبح خیلی زود در آنجلوس خواهیم بود. سپاسگزارم عالی جناب. برویم. ای مردم، بدانید و آگاه باشید، شهدای غار آنجلوس زنده شدند. شهدای غار آنجلوس زنده شدند. شهدای غار رقیم زنده شدند. ای مردم، آگاه باشید، شهدا زنده شدند. شهدای غار کوه آنجلوس زنده شدند. جناب تئودوس صبح زود به غار می روند. هر کس می خواهد با ایشان برود، سپیده صبح آماده حرکت باشد. شهدا زنده شدند. شهدای غار رقیم زنده شدند. جناب تئودوس صبح زود به غار می روند. خدا کند که حادثه‌ای برایشان رخ ندهد. اگر گرفتار شوند، حتما سنگسار خواهند شد. اگر از خداوند برایشان طلب خیر کنید، به سلامت باز می‌گردند. من که گرسنگی را فراموش کردم. ای کاش نمی‌رفتند. نمی‌دانم روز قبل چقدر خفته ایم که حتی خواب هم سراغی از ما نمی‌گیرد. از او برایم بگویید، از مادر هلن. او براستی نمونه پرهیزکاری بود. آن زمان سخنانش را درک نمی کردم، اما حال می فهمم. او خواب می دید که من زنده شدم. او ضمناً تو را هم در خواب می دید.
به چه فکر میکنید پدر؟ به اینکه واقعا من که هستم. درست است که من نمردم، اما اهل زمان من همه مردند. من به زمانی که به آن تعلق ندارم آمدم. هلن همسر با وفا و مهربانم مرده است. فرزند کوچکم ارک مید 250 سال پیش مرده. همه دوستان و دشمنانم مردند. هادریانوس، دیوکلتیانوس، جولیوس، چه ساده و چه راحت رفتن به آسانی یک خواب. عرابه سنگین زمان چه با قدرت و صلابت پیش رفته. آن همه دغدغه ها و اضطراب ها، عشق ها و کینه ها، دوستی ها و دشمنی ها، شکنجه ها و زندان ها، آن همه لشکر و سپاه و کاخ ها و آن خدایان و خدایگان ها، چه مسخره است. همه تسلیم شدن. تنها چیزی که میبینم مقهوریت است. همه مقهور یک قدرت و یک اراده. هیچ کس قدرت مقاومت و مخالفت ندارد. اگر همه آنها را که تبل جنگ با خدا میزنند و خطبه خدایی به نام خود میخوانند در طول زمان بنگریم، چه دلغک های مسخره و لوده های بیچاره هستند که با همه مقاومت ها و مخالفت هایشان جز بر محور خدا نمیگردند، ولی خود هم نمیدانند. و این آن چیزی بود که ما آرزوی دیدنش را داشتیم. نمیفهمم، شما آرزوی دیدن چه چیز را داشتید؟ ما از خداوند خواسته بودیم که شکست قدرت‌های پوشالی را در برابر قدرت لایزال خیش به ما نشان دهد، و او چه زیبا نشان داد. با یک خواب صبح است و شما لحظه ای هم نخوابیده اید. من تازه از خواب برخواستم فرزند. تازه برخواستم. انسان شاهد مرگ عزیزان خیش خواهد بود. ابتدا من خود را برای مرگ آماده کرده بودم، ولی فکر نمی کردم که تو پیش دستی کنی. می دانم که دیر آمدم، اما قصور از من نبود. من به امر او که مالک و متولی امور است تنها شبی را درنگ کرد. شبی که 300 سال به درازا کشید. البته برای خداوند روز و ماه و سال و صد سال و هزار سال تفاوت نمی کند. 300 سال هم برای او شبی بود، همچنان که به اذن او برای من هم شبی شد. شبی که دیوار زمان را برای شما شکست. از خواب که برخواستم
همه چیز تغییر کرده بود به جز تو. ماری کاملا شبیه توست. احساس میکنم تو نیز چون من عمر طولانی یافته ای تا شاهد همه این تغییرات باشی. به یاد داری هلن زمانی بردن نام خداوند یکتا جرم بود، ولی اکنون بردن نام خدایان روم جرم است. آن زمان هم کیشان ما در چه رنج و مرارتی زندگی می کردند و امروز در چه آسایش و راحتی. از محسنات عمر طولانی این است که شما شاهد پیروزی نیکی ها و شکست بدی ها بوده اید. حال که گستره بازتری از زمان در پیش رویم قرار گرفته، به روشنی میبینم که وعده نصرت خداوند چگونه محقق میشود. جناب ماکسیمیلیان، دوستانتان نگران شما هستند. میدانم، اما ترک هلن نیز مشکل است. نمیدانم بدون او و ارکمی چگونه به زندگی ادامه دهم. بیشک لطف خداوند باز هم شامل حالتان خواهد شد. برویم. سربازا، آلی جناب سربازا، بیا آنجا. بسیم باشی، کوه در محاصره نیست. خوشبختانه همین چند سرباز هم میتوانیم از سمت دیگر فرار کنیم. از جناب ماکسیمیلیان چی شده؟ آنجانس، در حال بار آمدن هستم. از چرا رو دستگیر نکردند؟ جناب ماکسیمیلیان، چه اتفاقی افتاده است؟ شما سالمین؟ نگران نباشید، اتفاقی نیفتاد. سربازها، سربازها پشت سرتون هستن، آنها رو دیده اید؟ خودی هستند، نگران نباشید. خب، یک نفر از شما بیاری ما بیاید. خیلی عجیب است. من میروم. آری جناب. یعنی چی؟ نکند از او به عنوان تومه استفاده کرد؟ شاید خودی هستند. چقدر نگران شما بودیم آلی من جناب. من نیست چون شما نگران بودم. آلی جناب چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا دیر کردید؟ اتفاقها زیاد است. صبر کن تا به دوستان برسیم. کمک کن. بالا آمدن برای جناب آریوس مشکل است. به روی چشم. برویم. نه نه نه. اجازه بدهید. اجازه بدهید. خیلی خستگی داره خودم. برویم. باید کمی استراحت کنم. میدانم سوال زیاد دارید. من هم جوابهای بسیار و دور از تصوری برای شما دارم. اما اون سربازان پایین کوه چه میکنند؟ دوستان ما هستند. دوستان ما؟ برای دیدار ما آمدند. چه گفتید؟ دوستان ما؟ دوستان ما؟ بله، دوستان شما. شما دوستان بسیاری دارید که از آنها بیخبرید. سلام بر بانو هلن، شما اینجا چه میکنید؟ شما هم طاقت نیاورده به جمع فراریان پیوسته اید؟
بانو هلن چه جوان شدند. مثل اینکه از دیروز به جای غم و اندوه با شادی قرین و هم نشین بودند. این پدر بزرگ این دیگر بانو هلن. بنشینید. آفرین پدر بزرگ، بالاخره موفق شدید. در این سن و سال پیمودن این کوه واقعا اراده قابل ستایش میخواهد. درود بر شما عزیزان، درود بر شما قدیسان خدا. درود خداوند بر شما باد. منظور شما از قدیسان ما هستیم؟ بله، شما هستید مردان خدا، شمایی که خود هم نمیدانید. بانو هلن چه میگوید جناب ماکسیمیلیان؟ او خوب میداند که چه میگوید. شما از خود بیخبرید. چرا با رمز و کنایه سخن میگویید؟ موضوع چیست؟ به درون بروید تا برایتان بگویم. ابتدا باید کمی غذا بخورید. آنتونیوس، تو نیز به داخل برو. خب، شما همینجا بنشینید. بهتر است ما قدری تنها باشیم. ماکسیمیلیان این موضوع را چگونه به آنان خواهد گفت؟ نمیدانم. رقیم است. این روستا آن زمان آباد بوده. یکی از اصحاب از اهالی همین روستا است. مگر این ممکن است؟
شما را ساده لو فرض کردند. این معجزه خداوند است که دهان منکرین مثل تو را میبند. هنوز که ما چیزی ندیدیم، بگذار آنها را ببینیم سپس این گونه داد سخن بدهید. اگر راست باشد من سر تو را میشکنم. خواهید؟ آنجلوس نزدیک می شویم آلی جناب. مردم روساهای مختلف با خبر شده همه به سوی آنجلوس می آیند. به زودی آنجلوس هم زیارتگاه جدیدی می شود. همین فرداست که مردم از راه‌های دور و نزدیک برای زیارت این به ظاهر قدیسان هجوم بیاورند. از این مردم بی‌خرد هرچه بگویی بر. آری. کوه آنجلوس. من که هنوز باورم نمی‌شود. تا به چشم خود نبینم باور نخواهم کرد. تو نباید هم باور کنی، چون مرد مدرک و استدلالی. مرد قانون باید به همه چیز مظلوم باشه. پروردگار من چه کرامتی بر ما نهاده است. شکر این همه لطف و عنایت را آیا می توان به جای آورد؟ او در حقیقت دعای ما را مستجاب فرموده است. آنگاه که از او هدایت خواستیم، آنگاه که دلهای من مرعوب شکوه و عظمت ظالمان شده بود و در قدرت و اقتدار پروردگارمان به تردید افتاده بودیم و به پیشگاه او از آن همه تاریکی و جهل و ظلم شکوه می کردیم، او حمایت و هدایت خود را بر ما نازل کرد. باید به آنان خبر بدهیم. هنوز وقت هست. مردم تا اینجا فاصله زیادی دارند. خلوتشان را به هم نزن. ماکسیمیلیان سخن برای گفتن بسیار دارد. باور نکردنی. یعنی خداوند تا این حد نسبت به بندگان حقیری چون ما عنایت دارد که برای نجات ما از نگرانی و تردید معجزه این چنین را محقق می‌فرماید. آری، باور نکردنی است. تنها یک حجاب چهره حقیقت را بر ما پوشیده می‌داشت و آن زمان بود.
و خداوند آن حجاب را از پیش چشمان ما برداشت تا ما تحقق وعده او را که وعده پیروزی محرومانه است به چشم ببینیم. دخترم، تو فکر میکنی این مردم برای چه به اینجا میاید؟ بعضی آمدند تا قدرت خالق خیش را نظاره کنند و برخی هم آمدند تا به چشم خیش زنده شدن چند انسان، یعنی همان مردگان را پس از مرگ ببینند و سستی ایمان خیش را به معاد ترمیم کنند. و شاید به تعبیری هم میتوان گفت بعضی نیز میآیند که در صورت امکان این معجزه الهی را یا ناچیز جلوه دهند و یا سرپوش نهند. بسیار خوب، حال بیایید همراهانم را به شما معرفی کنم. برویم. اینها انسان‌های این عصرند. بیایید نزدیکتر. جناب آریوس 15 نسل از نوادگان من هستند و هلن، ببخشید، ماری نوه ایشان، یعنی از نوادگان من نیز هست. ماری؟ یعنی ایشان بانو هلن نیستند؟ نه نیستند. جناب آریوس، اجازه دهید دوستانم را به شما معرفی کنم. ایشان تلمیخا، انتونیوس، یوانیس، مارتینوس، سودینانوس و دیناسیوس و این هم سگ با وفای ما کمیتریو. از دیدار شما عزیزان خوشحالیم و خداوند را سپاس میگوییم که به ما توفیق زیارت شما مردان مقدس را عنایت کرد. جناب آریوس، ما نیز سپاسگزاریم و امیدواریم توفیق شکر الطاف خداوند و این نعمت بزرگ را داشته باشیم. من نیز از زیارت شما مردان برگزیده خوشحالم. مردم را ببینید، مثل مور و ملخ دشت را پر کردند. بالای کوه هستم. جناب آریوس، این قدیسان خدا را باید از نزدیک ببینید. بله، باید پیاده به دیدارشان. Thank you.
بار شما مردان خدا. بر شما عالی جناب. دوستانم را معرفی میکنم، جناب تلمیخاس، دینانوس، دیناسیوس، مارتینوس، یوانیس و آنتونیوس. درود بر شما، 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 خدا درود بر شما، درود بر شما. همان پایین بایستید. چه خبر است؟ اینجا برای همه جا نیست. جناب تئودوس، من خیلی دلم میخواست که روزی درون غار را ببینم. اجازه میدهید؟ موافقم پدر فیلوس. برویم. هرکلیوس، خوف آنجلوس دیگران خوف را ندارد. تا زمانی که یاران غار بودند خوفم بود، حال که نیستند خوفم از بین رفته است. این خوف حصار امن خداوند بود که از آنان محافظت میکرد. به زودی فیلادلفیا زیارتگاه مسیحیان دیگر بلاد میگردد و کلیسای فیلادلفیا از کلیسای روم هم معتبرتر خواهد شد. و جناب مطران معتبرترین مطران منطقه فیلادلفیا. این یک شوخی است جناب تئودوس، یک نزاع. چه کسی باور می‌کند کسی 300 سال بخوابد با آن وقت دوباره مرده زنده شود؟ این یک آیت الهی است که باب هر شک و تردید را بر امثال تو می‌بندد. این ماجرا نه شوخیست نه مزاح. همیشه کسانی بودند که اگر حقیقت را به چشم هم ببینند انکار می‌کنند. جناب تئودوس، حقیقت آنجاست. بفرمایید، مردم منتظرند. زیورها و پوشش‌ها است. جناب ماکسیمیلیان، این هدایا متعلق به شما است. ای مردان خدا، ما را موعظه کنید. اینها میخواهند شما برایشان موعظه کنید. نمیخواهی؟ بروید اونجا تا به درستی شما را مردم ببینند. شما هم برید. برایشان سخن بگویید. ما
خدا را سپاس میگویم برای همه نعمتهایش و بر این منتی که بر ما نهاده است. زمانی ما در بین بت پرستان و کفار زندگی می کردیم. تجمع و فعالیت خداپرستان در خفا و با رنج بسیار صورت می گرفت که از مصائب آن زمان داستانها شنیده اید. پس بجاست که من و دوستانم حضور در این اجتماع عظیم پیروان مسیح را قدر بدانیم و خداوند را سپاس بگذاریم. آنچه که ما پس از این 300 سال مشاهده می کنیم غلبه خداوند بر امر خیش و پیروان حق بر باطل است. مسیحیان زمانی بر حق بودند و همون حقانیت غالب آمد و باطل و پیشوایان کفر را از میان برداشت. تنها هدف ما و دیگر مسیحیان موحد در آن زمان مبارزه با خدایان شرک و احیای توحید. ما با بت‌ها و تجسم خدا به اشکال گوناگون مبارزه کردیم. اما با کمال تأسف می‌بینیم که در دین حقه عیسی مسیح رخنه ایجاد شده و این زنگ خطری است که شما سخت باید مراقب آن باشید. هیچگاه حق به دنبال نام نمی رود. این ما هستیم که همواره باید به دنبال حق باشیم. عاقبت تاریک و تباه بنی اسرائیل را بنگرید. این نیست مگر به خاطر فاصله ای که از حق گرفتند. ای مرد خدا، سخنان شما مخالف اعتقاد بسیاری از مسیحیان است. باید دید آیا مخالف فرامین خداوند نیز هست یا نه. بدون شک در پس این جهان جهانی دیگر است و ما روزی در پیشگاه عدل خداوند خواهیم ایستاد. خوشا به حال آنان که در آن روز از پیروان دین حق محسوب شوند و در اعتقادشان کجی و تزلزل ایجاد نشود. ای قدیس خدا، آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ آیا زندگی مجدد و حیات دوباره ما دلیلی کافی بر معاد نیست؟ آیا خواب هر شب شما مرگ و بیداری صبحتان حیات مجدد نیست؟ اجساد ما را که نابود می شوند چگونه خداوند دوباره زنده می کند؟ همان گونه که ابتدا نبودیم و ما را به وجود آورد. در ثانی، خداوندی که قادر است اجساد ما را 300 سال بدون تغییر نگه دارد، آیا قادر نیست اجساد تغییر یافته را به صورت اول خود در بیاورد؟ ای مردان خدا، ما را آگاه کنید که این خواب و بیداری 300 ساله چه حکمتی دارد. دو حکمت، حکمتی ما را و حکمتی شما را. برای ما آن است که غلبه قدرت خداوند بر همه قدرت ها و امور را به وضوح ببینیم و برای شما آن است که ایمانتان را به معاد بیفزایید و شک و تردید را از قلوبتان بزدایید. و کسی که به معاد ایمان بیاورد و بداند که در پس این جهان جهانی دیگر است، هرگز مخالف فرامین الهی قدم بر نخواهد داشت. من از این قدیسان خدا میخواهم که بر ما منت نهاده شهر ما را به قدوم خود متبرک کنم. بیشک حضور اینان در فیلادلفیا موجب رونق و شکوفایی آن خواهد شد. از امروز کلیسای فیلادلفیا به خاطر داشتن این مردان خدا بر همه کلیساهای روم برتری خواهد داشت و سیل جمعیت مسیحیان مشتاق برای زیارت به فیلادلفیا هجوم خواهند آورد. کسب و کار و تجارت در شهر ما به نهایت رشد و شکوفایی خواهد. بله بله، کافیست اینها به شهر ما بیایند. ای مؤمنین
اشتیاق مردم را مشاهده می کنید؟ راه طولانی شهر تا اینجا را پیاده پیمودند. امر بفرمایید به سوی شهر حرکت کنند. بسیار خوب. مردم شریف فیلادلفیا، از شما می‌خواهیم که به طرف شهر حرکت کنید. ما نیز در پی شما خواهیم آمد. بروید و فیلادلفیا را آزین ببرید. از امروز شهرمان را قد در شادی و سرور خواهی کرد. بهتر از همه با هم به قصد برویم و این رحمت الهی را جشن بگیریم. اگر جناب تئودوس اجازه دهند ما ساعتی بعد حرکت کنیم. چرا؟ فکر میکنم برای بازیافتن خود و درک شرایط موجود من و دوستانم باید کمی خلوت کنیم. شاید این بهتر باشد. ما نیز فرصت خواهیم یافت مقدمات مراسم استقبال را فراهم کنیم. هر طور میل شماست. سربازها را میگویم برای جلوگیری از ازدحام اینجا باشد. سپاسگزاریم. برویم. انتظار ما طولانی نشود. زودتر حرکت کنید. اجازه می دهید من و دوستانم لحظاتی را تنها باشیم؟ ما منتظر می مانیم. سپاسگزارم. خب بیایید دوستان. در خلوت آنان چه می‌گذرد؟ آنان با ما فرق دارند پدر بزرگ. ما هرگز آنچه را که آنان می‌فهمند نمی‌فهمیم. این معجزه بزرگ منتی است که خداوند بر ما نهاده و حجتی است که بر ما تمام کرده. اگر غفلت کرده و این عنایت ویژه را قدر ندانیم بیشک برکت این نعمت از ما سلب خواهد شد. ما بندگان ضعیف و خطاکاری بیش نیستیم و خود را لایق این همه لطف و عنایت خداوند نمی دانیم. زمانی که شربت لطف خدا را نچشیده بودیم و لطف او را در حق خود به این وضوح ندیده بودیم و صدای اشتیاق او را این گونه نشنیده بودیم، از همه علایق خود دست شسته و خدا را برگزیده. حال که تمام بندهای وابستگی من گسسته و جز خدا هیچ چیز و هیچ کس برای من نمانده، باید چه کنیم؟ به وضوح شاهدید که دنیا با همه مظاهرش به ما روی کرده.
یکی ما را موجب بقای حکومتش می داند، یکی می خواهد در بین اسقف‌های جهان شهرتی بیابد، دیگری ما را موجب ترقی شهر و آن دیگری باعث رونق تجارت می داند. با این دام‌ها که دنیا برای من گسترده چه کنیم؟ ما را آرزوی ملکوت خدا بند بود، اما پس از گذشته 300 سال هنوز اسیر زمین. خداوند خود می داند که دنیا برای ما تنگ و تاریک است، چون قفس در خود می فشارد. من آرزویی ندارم جز این که هرچه زودتر از این قفس رها شدم. بین ما و تو فاصله ای جز مرگ نیست، و اگر مرگ این فاصله را بر می دارد، به خودت سوگند که مشتاق مرگم و از این که بار دیگر به زندگی دنیا باز کردم بیزارم. پروردگارم، عقابانی که در آسمان عشق تو پرواز کردند چگونه می توانند زمین را منزلگاه خود سازند؟ ما در برابر خدایان دروغین ایستاده ایم که به تو دست یابیم. اگر مشتاق دنیا بودیم که پیش از این نیز دنیای ما مهیا بود. هرچه در این جهان می‌گذرد معجزه است، منتها ما به بعضی عادت داریم و به بعضی نداریم. همین طور است. ای کاش می توانستیم به جمع آنان بپیوندیم و ببینیم با هم چه می گویند. آنجا را ببینید، کمتریو. مرده است. باید به ایشان خبر دهید. جناب ماکسیمیلیان، پدر بزرگ، کمتریو مرده. با شما هستیم ای مردان خدا، ای قدیسان. جناب ماکسیمیلیان، پدر بزرگ، با شما هستیم، کمتریو مرده. جناب تلمیخا، چرا جواب نمیدهید؟ عالی جنابان، کمتریو مرده، با شما هستیم. جناب ماکسیمیلیان، آنتونیوس، سودینانوس، مرده است.
آنان مردن. آنان مردن. ماران غار مردن. قدیسان خدا مردن. مردان خدا مردن. چه گفت؟ اصحاب مردن. مردان غار مردند. شنیدید؟ برگردید. شده قدیسان خدا رو چی شده؟ مردان خدا به سوی خدا هرگیش جناب تئودوس آنها مردند. انسان از کارهای خداوند سردر نمی آورد. جناب مطرم چه باید کرد؟ من هم حیرانم. امروز چه روز عجیب. آیات خدا را جز به تدبر نمیتوان یافت. 300 سال خواب و بعد یک شب بیداری و تمام. عجب پیام بزرگی در این واقعه نهفت است. بگویید همینجا برای آنان 7 قبر مهیا کنم. 8 قبر جناب تئودوس. سگ را فراموش کردید؟ سگ را؟ بله. بیگمان او کم از آدمیان نمی باشد. قبل از دفن بگذارید مردم بیایند و آنان را زیارت کنند. اما نباید کسی با آنان دست بزند. حالی جناب، اگر صلاح می دانید جهت گرامی داشته این قدیسان عبادتگاهی بر مقبره آنان بنا کنید. عبادتگاه برای چه؟ ببینید جناب تئودوس، من نمی خواهم بگویم که اینان دروغ می گویند، اما آنچه می گفتم با عقل جور در نمی آید. بگذارید خدا در مورد آنان قضاوت کند. جناب هرکلیوس از کی تا به حال خداشناس شده؟ واقعی بود که تمام شد. عبادتگاه لازم نیست. در اینجا را ببندید می شود مقبره جمعی آنان. با ساختن معبد و غیره مردم به ما خواهند خندید. مردم همین هایی هستند که دور این کوه جمع شدند. فعلا دارن به شما میخندند. منظور این بود که ما زنده شدن مرده ها را ببینیم که دیدیم. شاید اگر عمر بیشتری را در بین ما حضور داشتند عده بیشتری آنان را میدیدند. نسل های بعد چه؟ آنها که اینها را نمیبینند چه؟ هر آن کس که سخنان اینها را باور نکند، اگر به چشم هم ببیند
ایمان نخواهد آورد. ساختن یک عبادتگاه و یا معبد میتواند یاد آنان را زنده نگه دارد. جناب مطران، دستور بدهید عبادتگاهی بزرگ بر بالای این کوه بسازند. بروید. برویم دخترم. ما در جمع این یاران بیگانه‌ایم. حس میکنم خلوتشان رو برهم زدن. امروز هم تمام شد. فردا خورشید دوباره از مشرق طلوع می کند. تکرار همان داستان همیشگی و یک نواخت زندگی. همه رفتند. بیشک این ماجرا را تا نسل ها برای فرزندانشان تعریف می کند. خوشا آنان که تنها به تعریف بسنده نکنند و در زلال این ماجرا دل و جان خیش را شستشو داده به سوی نور هدایت شود.